دولت تدبیر و امید خود را در همه زمینه ها پاسخگوی مردم می داند. رئیس جمهور هر جا که لازم است باید مستقیم و در جاهای دیگر هم با ارائه لایحه و طرح نواقص را برطرف کند. این جمله حسن روحانی بود در لیست بلند 447 وعده انتخاباتیش. سلام، من مسیح علی نژاد هستم با دهمین برنامه تبلت و قراره در آغاز این برنامه مروری بکنیم به تمام وعده ها و ببینیم کلید آقای روحانی چه درهایی رو باز کرد و چه درهایی همچنان بسته باقی مونده. روحانی: امروز تحریم ظالمانه که تحمیل شده باید برداشته شود. نباید کشور را به سوی جنگ هدایت کنیم. نگذاریم کشور دچار جنگ بشه. کشور دچار تحریم بشه. تیتر نخست روزنامه‌های جهان در دوران احمدی نژاد احتمال حمله نظامی به ایران بود. ولی حالا تیتر حمله نظامی جاش رو به توافق هسته‌ای و روابط ایران با مقامات بلندپایه کشورها داده. روحانی: ما میتوانیم در سیاست خارجی روابط خود را با دنیا به صورت مناسبی در بیاوریم. سفارت انگلستان در ایران در دوره احمدی نژاد بسته شد، ولی در دوره روحانی درها باز شد. چرا زندانی سیاسی؟ کاری کنیم همه زندانیان را. و اما وعده های روحانی در مورد حقوق شهروندی چه بود؟ روحانی: مشکل زندانی ها را باید حل کرد. خیلی جرم ها با تذکر حل می شوند. شمار اعدام ها در زمان دولت روحانی از شمار اعدام ها در زمان دولت احمدی نژاد بالاتر رفت. در مورد زندانیان سیاسی مطالبه رای دهندگان چه بود و وعده های آقای روحانی چه بود؟ روحانی: اگر شعار تند دادند قتل که نکردند، برای شعارهای تند تذکر میدهند، نه اینکه روانه زندان کنند. چرا زندانی سیاسی؟ در دوران روحانی قوه قضاییه برخلاف دوران احمدی نژاد برای فعالان سیاسی مدنی حکم‌های سنگین‌تری صادر کرد، یعنی احکام زندانی‌ها از 6 سال به 12 تا 14 سال و بیشتر هم تغییر کرد. روحانی: زنان ما، دختران ما عفت را در زندگی میشناسند. آنقدر به خاطر مسائل جزئی مزاحم دختران ما نشوید. اما مزاحمت در دوره روحانی هم ادامه پیدا کرد و بنا به گفته رئیس پلیس دوباره میلیون ها زن ایرانی در خیابان به خاطر همان مسائل جزئی متوقف شدند. روحانی: اگر رئیس جمهور شوم محیط امن و آزادی را فراهم می کنم. اسید پاشی به صورت دختران ایران نیز در دوره روحانی فضا را برای زنان ناامن کرد. درهای استادیوم قرار بود برای زنان باز شود و در دستور کار کابینه هم قرار گرفت. اما شهین دخت مولاوردی معاون امور زنان کابینه اعلام کرد که به احترام مراجع و روحانیون قم دیگر این موضوع پیگیری نمی شود. روحانی: در دولت تدبیر و امید حقوق شهروندی رعایت خواهد شد و آنگاه ترکمن، سیستانی، بلوچ، ترک، کرد، عرب و همه و همه که اقوام این سرزمین هستند از لحاظ حقوقی و شهروندی با یکدیگر برابر خواهند بود. راه اندازی رشته زبان و ادبیات کردی در مقطع کارشناسی دانشگاه کردستان بعد از دولت روحانی، شکستن تابوی آموزش رسمی زبانهای غیر فارسی رایج در ایران بود. روحانی: معیار برای اعضای کابینه راستگویی است. We do not jail people for their opinions.
البته من فکر نمی کنم فردی به خاطر I really don't believe in fact at all I do not believe that an individual would be detained or put in prison for being a journalist. روحانی: موضوع دانشجویان خارجی باید حل شود به طوری که دانشجویان دوره کارشناسی به کشور برگردند. حمید بابایی یکی از تحصیل کرده های دانشگاهی در بلژیک بود که با وعده روحانی به ایران برگشت ولی روانه زندان شد. امید کوکبی یکی از دانشجویان نخبه خارج کشور که همچنان در زندان است. این حق طبیعی هر ایرانی است که از سرزمین خود دیدار کند. مگر ما حق داریم ایرانی را از بوی وطنش محروم کنیم؟ ظاهراً می شود ایرانی را از بوی وطن محروم کرد. دستگاه قضای ایران برای تعداد چشمگیری از ایرانیانی که به وطن برگشتند حکم زندان صادر کرد. حسن روحانی در پاسخ به منتقدانی که از او در مورد زندانی شدن این دسته از ایرانیان سوال می‌کنند، به استقلال قوا اشاره می‌کند و اینکه در حیطه وظایف قوه قضاییه است. ولی روحانی در روزهای رقابت‌های انتخاباتی چه گفت؟ اگر اختلاف نظر ناشی از عدم توجه یکی از قوا به قانون باشد، چون رئیس جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی را نیز دارد، می‌تواند تذکر دهد. اگر نمیتوانیم کاری بکنیم، باید از روز اول بگوییم نمیتوانیم. مردم ما دلتنگ هستند. سخنان حسن روحانی بود در رقابت‌های انتخاباتی. من مردم را به نقد دعوت می‌کنم. دولت تدبیر و امید در همه زمینه‌ها باید پاسخگوی مردم باشد. و اما قسمت پایانی تبلت. قرار شد شما پای تلویزیون هاتون فقط داستان آدم‌های معروف سیاسی و فرهنگی و هنری و سینمایی رو نگاه نکنید، بلکه خودتون هم دست و کار بشید برای ساختن داستان زندگی خودتون. با چشم‌های درشتش جهان اطرافش را زیباتر می‌بیند. نقاشی پر از شوق و شور زندگی. مثل بسیاری از دختران ایرانی با هزار امید لباس عروسی به تن می کند و خانه مشترکش را با عشق می سازد. اما اختلاف نظرها میان عروس و داماد کم کم بیشتر و بیشتر می شود. حتی کودک تازه متولد شده هم کمکی به کاهش تنش زندگی زن و شویشان نمی کند. طلاق راه آخر است. اما پدر شوهر از این جدایی خوشنود نیست. در یکی از شب‌های پس از طلاق، پدر شوهر خشمگین راهی خانه عروس سابقش می‌شود. به او می‌گوید: چشم‌هایت را ببند، سورپرایزی برایت آوردم. عروس دیروز چشم‌هایش را می‌بندد، اما غافل از آنکه سورپرایز چیزی نبود جز اسید که چشم‌هایش را برای همیشه از او گرفت. مسومه عطایی هستم، اهل و ساکن اصفهان. دیپلم گرافیک دارم، یه پسر دارم به نام آریان و 32 سالمه. مسومه برای به دست آوردن دوباره آریان که قانون حضانتش رو به پدر داده بود جنگید. خانواده شوهر سابقش گفتند که اگر از قصاص بگذرد میتواند فرزندش را برای همیشه به خانهش ببرد. در عرض یک ثانیه یا در عرض یک شب یهو همه جا عوض شد. خب یه شوک بود، یه شوک بود هم برای من هم برای آریان. نمیدونست چیه، چه اتفاقی افتاده. از مامانم میپرسید، میگفت که اینا چیه؟ مامانم به صورتش مالیده، چرا ماسک زده، چرا ماسکشو بر نمیداره. ترس داشت، دلهوره داشت، شبا درست نمیخوابید، حتی نزدیک پنجره ها نمیخوابید. میگفت الان دوز میاد شیشه ها رو میشکنه، میان میسوزوننم. اما با این حال از من دور نمیشد، همه جا همراه من بود و بزرگتری امید برای من بود. جنگ دوم معصومه برای زندگی بود، ادامه زندگی.
با چشمایی که دیگر نمی‌بیند. چند ماه اول که صورتمو کامل می‌پوشوندم، دوست نداشتم اصلا کسی ببینه. برام خیلی عجیب بود، وحشتناک و ناراحت کننده بود. خب هر کی هم می‌دید خیلی ناراحت می‌شد. اون حالتایی که مردم از خودشون بروز می‌دادن، خب منو بیشتر ناراحت می‌کرد. برای همین سر می‌دادم صورتمو بپوشونم کامل. ولی بعد کم کم نه، کم کم که روحیه‌مو به دست آوردم و از توی اون بحران خارج شدم، دیگه صورتمو نمی‌پوشوندم و هر کس هم ازم سوال می‌کرد کامل براش توضیح می‌دادم. بیکار بودن دوست ندارم، توی خونه نشستن و گوشه نشینی رو دوست ندارم. به کلاس‌های مختلف میرم تا با این شرایطی که در حال حاضر دارم بتونم هر کلاسی که ببینم از پسش برمیام یا تو دواناییم هست انجام بدم. بعد از ندیدن خیلی برام سخت بود که ببینم نمیتونم نقاشی بکنم. سعی کردم به یه سبک دیگه ای کار بکنم، سفالگری که در درجه اول، برای اینکه کار با گل اصلا به من آرامش میده. وقتی پشت چرخ سفالگری میشینم، چون باید تمرکز 100% داشته باشم و همه ی حواسم به اون کاریه که میکنم، باعث میشه که افکارم پریشون نباشه. معمولا کلاسایی که من میرم آریانم بهشون علاقه نشون میده. برم سر چرخ سفالگری بکنم، اونم یاد نظر و ایده‌های خودش رو میده، تشویق میکنه، حمایت میکنه. معصومه روز به روز قوی تر میشود و حالا میخواهد سفالگری و کریستال بافی کند، نه برای آنکه دیگر حوصله اش در خانه سر نرود، بلکه برای اینکه میخواهد روی پاهایش بایستد و نانآور خانه اش باشد. کارای همین کریستال بافی یا نمایشگاهی که برگزار کردم با مجسمه‌هایی که کار کرده بودم یا نقاشی‌هایی که کشیده بودم، خب یه تعدادی از تابلوها فروش رفت، یه تعدادی از مجسمه‌ها فروش رفت. چند ماه یک بارم که به توسط یه مؤسسه خیریه خصوصی نمایشگاهی برگزار میشه، من میتونم کارهای کریستالم و کیف و جا دستمالی و جا مدادی و چیزهای دیگهی که میبافم ارائه بدم و اونا رو بفروشم و این یه کمک هزینه جزئیه برای من، برای اینکه بتونم هزینه‌های زندگی یا درمانم رو تا حدود پرداخت بکنم. هر بار که در گوشه ای از ایران خبر میرسد به صورت انسانی دیگر اسید پاشیده اند، زخمهای معصومه انگار دوباره سرباز می کند. هر بار یه چنین ماجرایی اسید پاشی باز تو روزنامه ها، مطبوعات، خبرگزاری ها می شنوم، حس می کنم داغ خودم دوباره تازه شده. اسید چشم های معصومه را گرفت، اما امیدش را نه. یه شرایط خاص برای من به وجود اومده و من بهتره از این خاص بودن استفاده کنم. در کنارش درمانم هم انجام میدم و زندگیم هم ادامه میدم. امید دارم که بتونم ببینم، درمان میکنم، ولی در کنارش به خودم هم آمادگی میدم که اگر ندیدم خب چه اتفاقی میفته. بزرگترین آرزویی که دارم در حال حاضر اینه که اگر بشه بینایی یکی از چشمام که یه مقدار کمی امید بهش هست برگرده تا بتونم یه بار دیگه صورت پسرم رو ببینم. خیلی دلم میخواد این روزا هرچه زودتر این جراحی ها تموم بشه و دیگه درگیر بیمارستان و این اتفاقی که افتاده نباشم. به
پایان این قسمت تبلت رسیدیم. سوژه هایی که دوست داریم براتون گزارش کنم رو بفرستید. تا تبلتی بعد، بدرود.